بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست، با درود به شما، من رضا در کنار همکارانم اینجا هستم تا برنامه این هفته همراه با بینندگان را تقدیم کنیم. من هم عصرین براتون آرزوی موفقیت دارم. بیننده عزیزی به نام ارغوان نوشته من فوق دیپلم دارم، پدرم بازنشسته و مادرم پیر شده، برادرها و خواهرهایم تشکیل زندگی داده و به حل مشکلات زندگی خودشان مشغول هستند. من مدتها دنبال شغلی گشتم که با سطح تحصیلاتم همخوانی داشته باشد، اما چون کاری پیدا نکردم به ناچار در خانه ها به کار نظافت و نگهداری از کودکان روی آوردم. البته چند دوست قدیمی این کارها را برایم پیدا کرده و می کنند. من توی خانواده سیاسی بار آمده و همیشه به فکر دفاع از حقوق زنان بودم، اما حالا خودم اسیر کاری شدم که بی حقوقی مطلق بر آن حاکم است. هیچ قانونی بر کار ما حاکم نیست. از بیمه و مزایا و مرخصی با حقوق خبری نیست. دستمزد از این خانه به آن خانه فرق می کند. دستمزد به نسبت همت و فرهنگ صاحب خانه ها تعیین می شود و اگر روزی کسی هیچ دستمزدی هم نپردازد، من و امثال من هیچ سندی نداریم ثابت کنیم که آنجا کار کرده ایم. من و دوستانم فکر کردیم که شاید بشود کاری کرد. یکی از راه حل‌ها این است در یک بنگاه کاریابی اسم بنویسیم. اما این بنگاه‌ها کارگرها را غارت می‌کنند و به هنگام پیدا شدن مشکل هم همیشه از صاحبان خانه‌ها که مشتریانشان هستند دفاع می‌کنند. من و دوستانم فکر کردیم شاید بتوانیم تشکلی درست کنیم که از کارگران خانگی دفاع کند، اما سریعاً منصرف شدیم چون این کار خطرناک است. به نظر شما من و کارگرهایی چون من باید چه بکنند که بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند؟ ارغوان گرامی، شما سوال بسیار مهمی را مطرح کرده اید. شما به درستی به بیحقوقی کارگران خانگی اشاره کرده و به طور مشخص روی چند نمونه انگشت گذاشته اید. کارگران خانگی جزو آسیب پذیرترین گروه های کارگران شاغل دنیا محسوب می شوند. آنها به طور خصوصی در منازل مشغول به کار می شوند و هیچ قانون و نظارتی از سوی دولت و جامعه بر آنها ناظر نیست و خود نیز برای دفاع از خود مخصوصاً در شرق و کشورهای مثل ایران از هیچ تشکلی برخوردار نیستند. در نتیجه آنها از هر گونه مزایا و مستمری بازنشستگی و نظایر آن محروم بوده و در موارد زیادی حرمت انسانیشان نیز پایمال می شود. آمارهای جهانی حاکی از آن است که در حال حاضر حداقل 53 میلیون کارگر خانگی در دنیا فعالیت می کنند. البته تعداد بیشمار کودکانی که به عنوان کارگران خانگی فعالیت می کنند در این آمار ذکر نشده است. کلن تعداد کارگران خانگی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته رو به افزایش بوده و بررسی ها نشان می دهد که 83% از کارگران خانگی را زنان تشکیل می دهند. ارغوان گرامی، پس از شنیدن یک ترانه این بحث را ادامه خواهیم داد. گرم تو کودکان تو امان آغوش خیش، از دستای گرم تو کودکان تو امان آغوش خیش. سخنها میتوانم گفت غمنان اگر بگذارد، غمنان اگر thank you.
دریغ جانت، با چنگ تمامی ناپذیر تو سرودها میتوانم کرد، غمنان اگر بگذارد، غمنان اگر بگذارد. در این باغ خزان رسیده بر افراشته از نقش ها میتوانم زد، غمنان اگر بگذارد، غمنان اگر بگذارد. آفتابی در نگاه و فرشته ای در پیران، از انسانی که توی قصه ها میتوانم کرد، غمنان اگر بگذارد، غمنان اگر بگذارد، غمنان اگر این کارگران بخشی از خیلی عظیم کارگرانی هستند که عمدتاً در بازار غیررسمی کار کرده و کارشان بخشی از مشاغل خانگی به حساب می آید. در همان حال آنها در جهان بخشی از طبقه کارگر جهانی و در ایران بخشی از طبقه کارگر ایران هستند. ما معتقدیم بر متن این بی حقوقی های مورد اشاره و جایگاه این کارگران می توان تشکل ساخت و به جمهوری اسلامی و اداره کار آن تحمیل نمود. برای شروع این کار عده کارگر پیشرو و مصمم لازم است که بتوانند با استفاده از قواعد کار علنی قانونی طوری عمل کنند که جمهوری اسلامی و نیروهای اطلاعاتیش نتوانند بهانه پیدا کرده و با ضربه زدن به پیشگامان این حرکت آن را به رکود بکشانند. در قدم اول باید متوجه بود که کارگران به شرطی وارد تشکلی خواهند شد که آنها را به لحاظ اقتصادی، حرمت انسانی و درک سیاسی تقویت کند. برای تحقق این امر باید با احتیاط و گام به گام عمل کرد. این تشکل می تواند با آشنا کردن کارگران خانگی به حقوق خود و پشتیبانی از آنها در مقابل صاحبان خانه کار، کار خود را شروع کند و از این طریق جای پای محکمی برای خود ایجاد نماید. پا به پای پیشرفت کارها، تشکل مورد نظر می تواند حتی کلاس های آموزشی گوناگون به نسبت نیاز تشکیل دهد. می توان برای تشکل پول جمع کرد و به زنان کارگر در محل زندگی و در رابطه با زندگی و کودکان یاری رساند. با انجام دادن این کارهای اولیه تشکل رشد کرده و کم کم می تواند جلب کارگران مشاغل خانگی را جزو اهداف خود قرار دهد. پا به پای قدرتگیری تشکل می توان در تجمعات خصوصی تر راجع به 8 مارس روز جهانی زن و روز جهانی کارگر نیز صحبت کرد و به تدریج به سوی برگزاری مراسم های آن گام برداشت.
توده‌ای شدن تشکل و ارتباط دادن آن به جنبش کارگری و پیشروان آن در عرصه‌های گوناگون برای ادامه کاری و بقای آن حیاتی است. لازم است تشکل از سکتاریسم، آکسیونیسم و محفل بازی دوری جسته در تمام موارد قواعد اعمال کار علنی و قانونی به طرزی خلاقانه را مد نظر داشته باشد. لازم است کار سیاسی و فرهنگی نظیر مبارزه با استثمار، استبداد و مردسالاری پا به پای تقویت پایه‌های اجتماعی تشکل نامبرده انجام گیرد. فعالین سوسیالیست که وظیفه دارند سوسیالیست علمی را در افق این تشکل قرار دهند، فقط با کار اقناعی پرحوصله، دلسوزانه و با اولویت دادن جایگاه طبقاتی بر گرایشات و باورهای سیاسی می توانند این مهم را به پیش برند. در تمام موارد بایستی با رعایت حقوق دموکراتیک و حفظ حرمت صاحبان نظرات مختلف وظایف را پیش برد. بیننده ای عزیز به نام توبا نوشته: دو سال پیش با همسرم متارکه کردم. از آن به بعد یکی از دوستان دوران کودکیم سجاده بافی به من یاد داد. حالا با هم برای یک حاجی بازاری سجاده می بافیم. حاجی به ما مواد می دهد و من و دوستم در خانه او سجاده ها را دوخته و تحویل می دهیم.
اول فکر کردم که من و دوستم کار خوب و زندگی راحتی خواهیم داشت، اما با شروع کار مشکلات کم کم شروع شدند. ابتدا ما تصمیم داشتیم روزی 8 ساعت بیشتر کار نکنیم، اما از آنجا که سود این کار نه به جیب ما بلکه اساساً به جیب حاجی می رود، پس از اتمام کار پولی دست ما را نمی گیرد. پس ناچاریم بی وقفه گاهی تا 14 ساعت و بیشتر هم کار کنیم. هرچه بیشتر تولید می کنیم، حاجی به بهانه کسادی بازار از پول پرداختی کم می کند. همیشه هم بخشی از پولمان را نمی دهد، تا نکند اون رو ول کرده و برای کس دیگری کار کنیم. کلان ما را دست به دهن نگه می دارد. دوستم مجرد و من هم بدون فرزند هستم. وگرنه معلوم نبود تربیت آنها به این مشغولیتی که ما داریم چطور پیش می رود. ما همکارانی رو سراغ داریم که بچه ها را هم به کار کشیدن، بلکه زندگیشون به چرخه. این کار سبب شده تا ما در خانه زندانی شویم. ما عملا از جامعه بریده ایم. فقط برای خرید مواد غذایی و یا پرداختن فیش برق یا گاز از خانه خارج می شویم. روزی یکی از خویشاوندا به من سر زد. با او از مشکلات خودمان و بی وجدانی حاجی گفتیم. راهنمایی کرد که به بانک سر بزنیم، شاید وامی بگیریم و دیگر به حاجی وابسته نباشیم. دوستم به بانک سر زد. به او گفتند که باید عضو تعاونی باشیم و آخوند مسجد و بسیج محل ما را تایید کنند و غیره. یک تسهیلاتی می دهند. بعدش 10 تا سنگ جلوپات می زارن که نتونی از آن تسهیلات استفاده کنی. برای اینکه آخوند و بسیجی یه تاییدی برای ما زنای جوان بنویسند، باید ابتدا صیغه‌شون بشیم. نه من و نه دوستم نمیخوایم دست این کثافتا به بدنمون بخوره. فکر کردیم بریم آموزش ببینیم و به جای بافتن سجاده قالی بافی کنیم. اما میگن بازار قالی هم کساده. گاهی فکر میکنم کاش درس میخوندم و الان چیزی میشدم. اما وقتی میبینم حتی دخترای لیسانسه به وفور به دنبال پیدا کردن شغل هستند، متوجه میشم که درس خواندن هم مشکلی را حل نمیکرد. خلاصه ما میلیون ها زن در این جامعه به هر طرف که میگردیم مصیبت و مشکلات. مشکل اصلی هم در اینه مملکت دست یه مشت دزد و چپاولگره و تا اینا باشن آب خوش نه از گلوی زن کارگر پایین میره و نه مرد کارگر. بیننده گرامی به نام کریم گزارشی از چند محله کارگرنشین اطراف تهران را فرستاده که با تشکر از این بیننده عزیز آن را برایتان تقدیم می‌کنیم. روی تابلوی نسبتاً بزرگ کنار خیابان با رنگ قرمز نوشته شده به صالحی شهر اخلاق و فضیلت خوش آمدید. اما پشت تابلو تنها چیزی که نمی‌توانید نشانی از شهر است. صالحیه که تا چندی پیش نامش صالح آباد بود و شهرکی کوچک در حاشیه اسلامشهر و حدود 25 کیلومتری تهران، این روزها نام شهر به خود گرفته است.
کل این شهر خیابانی حدود 1 کیلومتر است که در دوسوی آن کوچه هایی قرار دارند که انتهای همه آنها به بیابان ختم می شود. صالحیه از محدوده تابلوی نصب شده شروع می شود و تا انتهای خیابان که کلانتری است به بیابان پایان می گیرد. شهری با خانه های 45 تا 70 متری که بخش عمده آنها قدیمی ساز با نماهای سیمانی متعلق به خانواده های عمدتاً کارگرنشین با درآمد پایین بین 400 تا حد اکثر 600 هزار تومان می باشد. خانه ها معمولاً دارای یک هال و یک اتاق خواب کوچک 9 متری است و البته آشپزخانه کوچک و سرویس بهداشتی و حمام. خانواده هایی که در این منطقه زندگی می کنند بیشترشان شهرستانی هستند و برای پیدا کردن کار به تهران آمده اند و با توجه به بالا بودن هزینه زندگی و اجاره خانه در تهران و درآمد پایین در مناطقی مانند صالحیه ساکن شده اند. علی 24 ساله ساکن خانه 52 متری در صالحیه می گوید ما از سال 72 در این منطقه زندگی می کنیم. پدرم کارگر پروفیل سازی است و خودم هم یک سال است که در کارخانه کاله کار می کنم. سال اول که به اینجا آمدیم تازه خانه سازی در اینجا شروع شده بود و بین خانه ما تا همسایه یک خرابه بزرگ بود، اما خب الان ساخته شده است. او میگوید بیشتر ساکنین اینجا و مناطق اطراف کارگرهای ساده کارخانه های اطراف جاده ساوه و اسلامشهر هستند و البته بخشی هم در تهران کار می کنند، اما درآمد چندانی ندارند و مجبور هستند این محله ها را برای زندگی انتخاب کنند. مثلا خودم با وجود اینکه شب کارم 390 هزار تومان حقوق می گیرم و فکر می کنید بخواهم با این پول زن هم بگیرم؟ به گفته علی خیلی از کارگران ساکن این منطقه مثل پدر خود او طی ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی کارخانه ها بیکار شده اند و یا چند ماهی است که حقوقی دریافت نکرده اند. اسلام شهر با داشتن بیش از 800 هزار نفر جمعیت به جز بخش مرکزی آن که شامل محدود میدان نماز و اطراف آن مانند خیابان باغ فیض است، دارای شهرک ها، روسته ها و بخش های کوچکی است که با ادامه جاده تهران ساوه در کنار کارگاه ها و کارخانه های اطراف جاده و در بیابان های اطراف به مرور زمان و با ورود مهاجران جویای کار از شهرهای دیگر شکل گرفته است. مناطقی مثل شهرک امام حسین، ایرین، واوان، اکبرآباد، ضیاآباد، احمدآباد و نسیمشهر. مثلا نسیمشهر که از چند کیلومتر جلوتر تابلوهای سبزرنگی نوید نزدیک شدن به آن را می‌دهد، در حاشیه جاده ساوه و روبروی کارخانه و انبار غله جای گرفته است. ورودی این شهر که آن هم تنها نام شهر به خود گرفته، بیابان بزرگی است که پر از زباله ساختمانی است و داخل آن پر از تپه های کوتاه و بلند است. از کنار جاده بعد از این بیابان خانه های 2-3 طبقه ای را می توان دید که بی نظم در کنار هم قرار دارند. با وارد شدن به جاده نسیمشهر تنها بو و نسیمی که به مشام می رسد بوی زباله ها و فاضلاب باقی مانده در جوی است. بسیاری از کوچه های این شهر حتی آسفالت ندارند. خانه های اینجا هم مانند صالحیه بیشتر 45 تا 70 متری هستند با قیمت متری 500 تا 600 هزار تومان. پرسش من این است، هرگز به فکرتان رسیده است که این سرزمین مال ماست؟ مال کسی است که بخش بزرگی از آن را در اختیار دارد. پرسش من این است، هرگز به فکرتان رسیده است دست هایی که در این زمین کار می کنند مال ماست و حاصل آن نیز مال ماست؟ حصارها را ویران کن، آنها را در هم بکوب، این سرزمین مال ماست. به پدرو و ماریا، به خوان خوزه، اگر آوازم کسی را آزار می دهد، اگر کسی باشد که تحمل شنیدن آوازم را نداشته باشد، اطمینان داشته باشید که او یک یانکی است یا که یک مالک و
فئودال بزرگ کشور است. حصارها را در هم بکوب. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست. شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند. طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست. شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند. بیننده گرامی گزارشی فرستاده پیرامون زندگی در اصلویه یا منطقه پارس جنوبی. این گزارش طولانی است و ما آن را به دو قسمت تقسیم کردیم که قسمت اول را تقدیم می کنیم. زندگی کارگری در منطقه پارس جنوبی حکایت ها دارد و تا زمانی که چند صباحی از عمر شریف را در آنجا سپری نکنید، هرگز پی به صبوری جامعه کارگری نخواهید برد. اگر در هر نقطه ایران کارگران 8 ساعت از روز را به فعالیت مشغولند، در اصلویه کارگران 12 ساعت کار می کنند و اگر این 4 ساعت اضافه را از حقوق آنها کسر نمایند، متوجه خواهید شد که چه مقدار از ساده ترین کارگران ساختمانی در شهرها حقوق کمتری دریافت می کنند، البته اگر دریافت کنند. زیرا پرداخت حقوق کارگران حداقل هر دو ماه یک بار در نزد پیمانکاران مستقر در پارس جنوبی به عرف تبدیل شده است.
کارگران نیز ناچار پذیرفته‌اند و کسی هم نمی‌داند نقش اداره کار در این میان چیست و چه کمکی می‌تواند به آنها بکند. شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که به منظور احداث فازهای گازی پارس جنوبی به استان بوشهر آمدند، هر کدام برای کارگران خود استراحتگاهی بنا کرده که صدها نفر را در آن جای می‌دهند. کمپ‌هایی که با کمترین امکانات میزبان شریف‌ترین انسان‌ها هستند و هرگز شایسته این مردان زحمتکش نیستند. متاسفانه کمپ‌های کارگری به دلیل نبود نظارت کافی به سرعت به مأمنی برای خلافکاران تبدیل می‌شوند تا آنها بدون هیچ گونه دغدغه‌ای سلامت روح و تن فرزندان این مملکت را تهدید کرده و گاهن آنها را به ورطه نابودی بکشانند. در این میان اعتیاد اصلی ترین دامی است که برای جوانان پهن شده است. بسیار دیده شده، جوانانی تنومند با 100,000 امید و آرزو برای کسب روزی حلال در این محیط حضور پیدا می کنند، ولی متاسفانه بعد از مدتی با چهره ای در هم شکسته و ویران از شغل خود رانده می شوند. Not quite what it seems or anything that I was told it'd be. New York, you know, you make my heart skip. In my dreams, I make it into Vegas. Seattle hits me every time. I can't get Chicago off my mind. New Jersey taught me how to let go, and I've learned that's all that I need to know. بیننده عزیزی به نام فرزاد از تهران گزارشی راجع به کارگران پیک موتوری را برای این برنامه ارسال کرده که با تشکر از ایشان آن را تقدیم می‌کنیم. سال 90 بود و چند سالی را به دنبال کار به هر دری زده بودم. در یکی از روزهای گرم تابستان داشتم آگهی‌های کاریابی یکی از روزنامه‌ها را ورق می‌زدم. چشمم به یک آگهی خورد که با آب و تاب نوشته بود: آیا می خواهید ماهی 2,500,000 تومان درآمد داشته باشید؟ آیا صاحب موتور و گواهینامه موتورسواری هستید؟
خلاصه آگهی شرکت پیک موتوری وسوسه کننده بود. صبح روز بعد به دفتر آن شرکت در خیابان سعدی تهران رفتم. دفتری در طبقه دوم پاساژی کهنه داشتند با ابعاد 3x5 متر. دو خانم منشی پشت میز بودند و تعدادی از کارگران پیک موتوری نشسته و یا سر پا در اتاق حضور داشتند که منتظر گرفتن سفارش بودند. ابتدا فرمی به من دادند تا بی 25 الی 26 بند که شرایط کار در پیک را به مراجعه کننده توضیح می‌داد. سپس گفتگوهای شفاهی و چند سوال. از توضیحات صاحب شرکت متوجه شدم که دارندگان این گونه شرکت بسیار بی وجدان بوده و هیچ حقی برای کارگران قائل نبودند. بخشی از بندهای شرایط کار آنجا از این قرار بود: شرکت هیچ مسئولیتی در مقابل جان کارگر و تصادفات ندارد. رانندگان پیک موتوری پس از 6 ماه بیمه تعلق می گیرد. رانندگان پیک موتوری باید از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر آماده سر کار باشند تا اگر سفارشی رسید یکی از کارگران به دنبال آن برود. 25% از دستمزد به شرکت داده می شود و بقیه به کارگر تعلق می گیرد. کارگر در قبال هر نوع خسارت به بار در حین جابجایی مسئول است. اگر مشتری حق الزحمه را نپردازد، شرکت مسئول نیست و 1/4 حق العمل خود را از کارگر می‌گیرد. با اینکه اطلاعات داده شده را وحشیانه یافتم، به دلیل بیکاری ناچار شدم در آنجا ثبت نام کنم. به من گفتند روز بعد سند موتور، کارت شناسایی و یک سفته و کارمندی را همراه خود ببرم که باید با در دست داشتن فیش حقوق خود پشت سفته را امضا می کرد. فردای آن روز همراه با دوست کارمندم به شرکت پیک موتوری رفتم و ضمن دادن امضاهای مختلف و سپردن سفته و کارت شناسایی تعهد دادم که حداقل 3 ماه در آنجا کار کنم. محل کار ما وسط بازار لوازم الکتریکی بود و مغازه‌داران با منشی پیک تماس می گرفتند و آدرس می دادند و کارگر پیک هم باید به مغازه مراجعه کرده و بسته های کوچک و عمدتاً بزرگ و بسیار سنگین را از داخل پاساژ ها و مغازه ها به پایین آورده و روی موتور می بست و به مقصد می رساند. گاهی بار شامل چند کارتون بزرگ با ابعاد و اندازه و وزن متفاوت بود که بستن آن روی موتور کار سختی بود. وزن بارها گاهی به 80 تا 90 کیلو می رسید و اندازه کارتون‌ها و بارها گاهن آنقدر بزرگ بود که تقریبا جای اندکی برای نشستن خود راننده موتور وجود داشت و با سختی زیاد بار را به مقصد می رساندیم. مقصدها از 2 تا 3 کیلومتر تا 50 کیلومتر متفاوت بودند. آلودگی هوا، گرمای طاقت فرسا، ترافیک، خطر تصادف و زیر گرفتن توسط ماشین‌های بزرگ و غیره مسائلی بودند که هر روزه با آن روبرو بودیم. برخلاف وعده‌هایی که در آگهی داده بودند، با تمام تلاشی که می‌کردم و حتی وقت نهار هم استراحت نمی‌کردیم، روزانه حداکثر 35,000 تومان کار می‌کردیم که 25% آن به کارفرما تعلق می‌گرفت. هر روز هم حدود 4 تا 5,000 تومان هم برای پول بنزین و روغن و استهلاک موتور می‌رفت. در نتیجه روزی بیشتر از 20,000 تومان کار نمی‌کردیم. جدایی از خستگی مفرط کار با موتور، نوع رفتار مغازه‌داران بر خستگی ناشی از کار می‌افزود. من به خاطر همین خستگی مفرط یک بار از پشت به یک اتوبوس زدم و 150,000 تومان خسارت از جیبم رفت. این در شرایطی بود که برای کار روزانه 12 ساعته ماهانه حدود 600,000 تومان برای من می ماند. دو بار سفارش دهنده ها پول مرا پرداخت نکردند و صاحب شرکت هیچ دفاعی از من نکرد. در مورد بیمه بعدن فهمیدم که صاحب شرکت که یک سپاهی بود چند کارگر را بعد از 6 ماه نگه می‌دارد و بقیه را اخراج می‌کند تا مخارج بیمه را نپردازد. برای مثال از 20 کارگری که من می‌شناختم فقط 4 نفر بیمه داشتند و بقیه جدید بودند و هیچ بیمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گرفت. سنگینی کار و بی‌حقوقی آنچنان شدید بود که فقط 15 روز دوام آوردم و با ترفند خاصی توانستم مدرکم را بگیرم و اعطای درآمد 205 میلیونی را به لقایش بخشم.
باد خزونی، با هزار نامه ربونی، زیر گوش برگ تنها میگه طعمه خزونی. بینندگان گرامی، با تشکر از همراهیتون با ما تا پخش برنامه دیگری از همراه با بینندگان براتون آرزوی شادمانی داریم. مثل همیشه چشم انتظار نوشته ها، گزارشات، شعر، قصه کوتاه و سایر آثار هنری شما هستیم. این برنامه متعلق به شماست، پس با فرستادن آثارتون غنی و غنی‌ترش کنید. من هم به سهم خودم از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما موندین. برای ارتباط با ما میتونین از این آدرس ها استفاده کنید. آدرس ایمیل ما هست hamrahfarsi@yahoo.com و آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/hamrahfarsi. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنیم.